خدا رو بهتر بشناسیم منظور از جس پوشیدن خدا این بود که ما با ما باشه زندگی بشری رو در واقع تجربه بکنه ما زندگی با خدا رو تجربه بکنیم مسیح گفت هر که مرا دید خدا را دیده است و دلیل دیگه اومدن عیسی مسیح این بود که قربانی گناهان بشر بشه چون هیچ بشری نمیتونست قربانی گناهان بقیه افراد دیگه بشه چون همه ما گناهکار بودیم و مسیح تنها کسی بود که بی گناه بود در اول یوحنا باب سه میگه و میدانید که او ظاهر شد تا گناهان ما را بردارد و در وی هیچ گناه نیست حالا ممکنه سوال کنید چه مدرکی وجود داره که عیسی مسیح خداونده از کجا مطمئن باشیم که ادعاهای او درست بود سوال خوبیه در انجیل یوحنا عزیزان هفت معجزه است که توسط عیسی مسیح انجام میشه و دلالت بر ادعای او میکنه که او خداونده امروز خیلی ها ادعاهای زیادی میکنن ادعا میکنن آدم خوبی ولی زندگیشون نشون میده ادعاشون دروغ هست یک رئیس جمهوری ادعا میکنه که مردم داره مردم دوست کشور دوسته ولی برعکس میبینیم که در عمل کرده چیز دیگه ای نشون میده همینطور یک فرمانده نظامی ممکنه ادعاهای زیادی بکنه اما در عمل ما ببینیم دیکتاتور از کار در میاد اما در اینجا معجزات عیسی مسیح دلالت میکنه بر واقعی بودن ادعاهای او هفت معجزه از کردم در انجیل یوحنا هستش معجزه اول در یوحنا باب دو آیه یک تا یازه است میگه او آب رو تبدیل به شراب میکنه او خدای تبدیله معجزه دوم در یوحنا باب 4 آیه 43 هست میگه او پسر افسر رومی رو شفا میده در حالی که در جلیل بود پسر افسر رومی در کفرناهم بود در دو شهر متفاوت با فاصله بودند این نشون میده او خدای فاصله است او همه جا حاضره ممکنه در اینجا باشه اما در جای دیگه قدرت داشت کس دیگر رو شفا بده معجزه سوم در یوحنا باب 5 آیه 1 تا 9 است او شخص مریضی رو که 38 سال معلول بود شفا میده او خدای شفا دهنده است معجزه چهارم در یوحنا باب 6 آیه 1 تا 5 او از 5 نان و دو ماهی به جمعیتی بیشتر از 5000 هزار نفر خوراک میده غذا میده و دوازده سبد تازه باقی میمونه از بقیه چیزهایی که مونده بود او خدای برکت دهنده است معجزه پنجم در انجیل یوحنا باب 6 هست آیه 16 او بر روی آب راه میره در حالی که شاگردانش وصل زده بودند چون قایقشون در حال غرق شدن بود او بر روی آب به طرف اونها میره او خداییه که بر طبیعت تسلط داره حاکم هستش معجزه ششم در باب 9 انجیل یوحنا هست او کور مادرزادی رو که بینایی نداشت بینا میکنه او از آب دهانش روی خاک میریزه گل درست میکنه به چشمای اون شخص نابینا که چشم نداشت میگذاره در واقع چشم درست میکنه برای او او خدای خالق آفریننده است معجزه هفتم در انجیل یوحنا باب 11 از آیه یک تا چل چار ایسای مسیح مرده چهار روزه ایلازری که چهار روز مرده بود زنده میکنه و او میگه از قبر بیا بیرون و او زنده میشه او خدای زندگی بخشه خدای حیات بخشه تمام این معجزات دلالت میکنه بر اینکه او کی هست سه میذاره مهری میذاره بر ادعاهای عیسی مسیح عیسی مسیح فقط ادعا نکرد عزیزان او اون چرا که گفت انجام داد و ثابت کرد که چه کسی هست همونطور که قبلا در طی صحبت های امروز هم خدمتون از کردم در مورد عیسی مسیح چند صد سال قبل از تولدش پیشگویی شده بود تولد او پیشگویی شده بود در کجا متولد میشه پیشگویی شده بود حتی در مورد مرگ او و چیزهای دیگه بیشتر از 300 پیشگویی در مورد عیسی مسیح در عهد احت عتیق احت قبل از تولد او شده شخص اینطور میگه که برای اینکه بدون این پیشگویی ها و انجام اونها چقدر اهمیت داره و ثابت میکنه این پیشگویی که او خداونده باید آزمایشی انجام بدیم این شخص میگه باید آزمایشی انجام بدیم این شخص میگه هشت پیشگویی عیسی مسیح رو فقط هشت تا از سی تا رو انتخاب میکنه که انبیا او انبیایی که قبل از عیسی مسیح بودن پیشگویی این، اینها رو کرده بودن انتخاب میکنه و میگه انجام این پیشگویی ها نمیتونه هرگز تصادفی باشه هرگز نمیتونه تصادفی باشه چون ذریب تصادفی بودن اونها یک با 17 تا نقطه است که اگه ما بخوایم تصادفی فرضش بکنیم یک با 17 تا نقطه است او میگه این مثل این میمونه که شما تمام کشور فرض کنید انگلیس رو پر از توپ تنیس بکنید و یک توپ رو به حالا به عمق میگه یک متر به عمق 20 سان پر از توپ بکنید تمام کشور رو و برید با هلیکوپتر یه توپی رو از بالا علامت بذارید بندازید پایین و بعد تمام توپا رو جابجا بکنن تمام توپا رو دوباره با جابجا جا بکنن و شما اگر اومدید و بعد از اینکه اون توپ رو انداختید و نمیدونید کجا انداختید و توپا جابجا جا شده اگر رفتید توپتون رو برداشتید با همون برداشت اول پس میتونیم این پیشگویی هم بگیم پیشگویی های تولد و چیزهای دیگر هم بگیم به طور تصادفی به همون صورت انجام شده اما ذریب انجام اون یک در هفته تا با هفته تا نقطه هستش میگه غیر ممکنه چه برسه به این که 8 تا یا 300 تا پیشگویی بخواد پشت سر هم انجام بشه چون پیشگویی های زیادی در مورد ایسای مسیح شده به عنوان مثال اشعای نبی در کتاب مقدس باب هفت آیه چارده پیشگویی کرد که او از باکره متولد خواهد شد میکا نبی در کتاب میکا باب پنج 700 سال قبل از عیسی مسیح محل تولد رو در بیت لحم پیشگویی میکنه در کتاب پیدایش باب 49 آیه 10 1400 سال قبل از تولد پیشگویی شده که او از قوم یهود برخواهد خواست ارمیا نبی 600 سال قبل از تولد او ارمیا باب 23 آیه 5 پیشگویی میکنه که او از نسل داوود پادشاه خواهد بود مرگ او بر روی صلیب توسط داوود حضرت داوود در مزمور 22 پیشگویی شده بود او به سی پاره نقره فروخته خواهد شد در زکریا باب 11 آیه 13 پیشگویی شده ورود عیسی مسیح بر روی کره اولاقی ورود مزفرانه او توسط مزمور 41 پیشگویی شده بود و چطور میتونه تمام این پیشگویی ها انجام بشه و یه موضوع دیگه ای رو به شما عرض بکنم در مورد هیچ پیغمبری پیشگویی نشده در مورد هیچ پیغمبری جز عیسی مسیح که خداوند بود پیشگویی نشده تمام انبیایی که اومدن این همه پیشگویی در مورد اونها هرگز نشده دوست عزیز منظور از مسیحیت این نیست که مسیحیا دارای دو خدا یا سه خدا هستند سه خدا رو میپرستن این کفر محضه در جاهای مختلف کتاب مقدس که الان آیات شو براتون تو میخونم نوشته شده ما خدای یکتا خدای واحد حقیقی رو میپرستیم به طور مثال کتاب تسنیه باب شش آیه چار میگه خدای ما یهوه واحد است در عهد جدید اول تیموتاوس باب دو آیه پنج میگه خدا واحد است خدا یکیه در رومیان باب سه آی سی میگه مجددا اینطور میگه خدا واحد است اما خدای واحد تصمیم میگرفت که جسم بپوشه و در میان ما ساکن بشه و اون شخصی سای مسیح بود عزیزان خدا واحده اما در سه شخصیت بر ما ظاهر شد در سه شخصیت خدا دارای شخصیته که این در یه مرحله بعدی راجع به اون صحبت خواهیم کرد لازم به تذکر که عیسی مسیح 2000 سال پیش به این دنیا آمد اما در واقع از ازل وجود داشته چون مگه نمیگیم اون خداونده او وجود داشته اشتباهی که بعضی میکنن اینی که فکر میکنن عیسی مسیح 2000 سال پیش اصلا به وجود اومد نه عیسی مسیح وجود داشت او میگه من هستم هستم من قبل از ابراهیم بودم الان برای شما توضیح دادم اما دو هزار سال پیش او جسم گرفت به این دنیا اومد این تفاوت داره با اینکه بگیم او دو هزار سال پیش به وجود اومد دوست عزیز شما ممکنه اطلاعات زیادی در مورد خدا داشته باشید منظور از این برنامه این نیست که فقط به اطلاعات شما افزوده بشه منظور به اینه که شما یک ملاقات و تجربه شخصی با خدا داشته باشید تمام این برنامه ها به خاطر اینکه شما یک ملاقات شخصی یک تجربه شخصی از خداوند داشته باشید کتاب مقدس اینطور به ما میگه میگه عیسی مسیح زنده است و میخواد با شما ملاقات بکنه و ملاقات با او زندگی شما رو عوض خواهد کرد وقتی مسیح شما رو ملاقات بکنه یقین پیدا میکنید که او خداونده او خداوندی خودش رو بر شما آشکار میکنه این یک مکاشفه ایه که خدا شاید نتونید بعدها تعریفش کنید اما اونو میتونید با ایمان بپذیرید چون خودش این کار انجام میده او قادر عزیزان زندگی شما رو عوض کنه شما رو سعادتمند و خوشبخت کنه گناهان شما رو ببخشه و شما رو از آرامش و شادی خودش برخوردار بکنه اگر مایل هستید با من امروز این دعا رو بکنید دعای صادقانه شما امروز پذیرفته میشه من امیدوارم که مطالب امروز به شما کمک کرده باشه واقعا تا شما درک بهتری از عیسی مسیح داشته باشید میتونید با او دعا بکنید از خدا صادقانه بخواید که خداوندی خودش رو بر شما مکشوف کنه از خدا بخواید که واقعا در دعاهاتون بگید عیسی مسیح من مایلم تو رو بشناسم من مایلم واقعا که با تو یک دوستی داشته باشم و مطمئن باشید عزیزان خدا پاسخگوی دعای شما خواهد بود بنابراین تقاضا کنم از شما با من الان در دعا متحد بشید تا با هم دعا بکنیم عیسی مسیح اعتراف میکنم که تو خداوند هستی ممنون هستم که جس پوشیدی و در میان ما حاضر شدی تا قرامت گناهان ما رو بپردازی. قرامت گناهان منو بپردازی اعتراف می کنم که گناهکار هستم منو ببخش از همه گناهانم توبه می از تو دعوت می کنم که هم اکنون وارد قلب من بشی و زندگی منو عوض کنی از من شخصی بساز که باعث خوشنودی تو بشم ممنون هستم که دعای منو شنیدی و اجابت کردی آمین اگر شما واقعا صادقانه عزیزان این دعا رو کردید مطمئن باشید مطمئن باشید که عیسی مسیح هم اکنون در قلب شماست او زنده است او امینه تا به وعده های خودش عمل بکنه سعی کنید به نزدیکترین کلیسایی که میشناسید مراجعه بکنید و این موضوع رو با یک مسیحی با مسئول کلیسا در میان بگذارید بگید من این دعا رو کردم خداوند رو به قلبم دعوت کردم و مرحله بعدی نمیدونم با چی کار بکنم تا به شما حتما کمک بکنم تا او رو بهتر بشناسید و بتونید از او پیروی بکنید و اون برکاتی رو که خدا به شما وعده داده بفهمید بشناسید و کسب بکنید از آن خودتون بکنید دعای من اینه که از نجات از رستگاری خدا برخوردار بشید و این هدیه رو واقعا شما اگر پذیرفتید اون رو در زندگیتون بتونید کشفش بکنید و از اون هدیه لذت ببرید اگر نه با تحقیقاتی که انجام میدید از اون برخوردار بشید تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم خدا نگهدار.